امروز واقعا هم دلیل عقلی هم دلیل سیاسی و هم دلیل شرعی برای شرکت در انتخابات وجود داره امروز کشور ما که یک کشور مسلمان هست و مردم ما مردم مسلمان هستن و نظام حکومتی ما مبتنی بر در واقع اسلام ناب محمدی هست این نظام نظامی هست که نیاز به مشارکت مردم داره و نیاز داره که در واقع مردم بیان و پشت این نظام و حکومت باشن تا این پیام رو به نظام سلطه و به استعمارگران و به سلطه جویان بدن که همسویی بین مردم با حکومت وجود داره و مردم پشتیبان این حکومت هستند و این عرصه در واقع اگر این حمایت و این حضور حضور پرشوری باشه باعث میشه جایگاه سیاسی ایران پیش از پیش مستحکمتر بشه باعث میشه که فشارهای بین مطمئن باشید از روی ایران کمتر بشه پس در واقع از همه شما دعوت میکنم که بنا برای عزت ایران و برای عزت ایرانی حضور پرشوری در انتخابات داشته باشید خب اگر بخوایم ما شرایطمون رو بهتر کنیم و به آینده امیدوار باشیم قاعدتاً باید توی کارهای سرنوشتاز مملکتمون که یکی از اونا انتخاب هست، انتخابات هست شرکت کنیم و وظیفه همه ما دانشگاهیان از جمله دانشجویان و اساتید این هستش که توی این امر مهم شرکت کنن و سرنوشتمون خودمون به دست خودمون رقم بزنیم به امید کسای دیگه ای نباشیم خب بالاخره ما در یک اجتماعی داریم زندگی میکنیم مجموع نظر ما در سرنوشت ما میتونه تاثیر داشته باشه به با عنوان یک شخص ما نباید تفاوت باشیم هر اتفاقی که داره میفته نسبت به اون باید نقش داشته باشیم باید رأیمون رو نظر خودمون رو ابراز بکنیم و یکی از عرصه هایی که میتونیم این نظر رو ابراز بکنیم از طریق همین انتخاباتی هستش که در پیش رو من در انتخابات شرکت میکنم تا به اتحاد کشورم کمک کنم و من کشورم رو متحد میخوام تا ایران عزیزم همیشه امن باشه بعضی از انتخاب ها نه تنها زندگی خود فرد رو تحت تاثیر قرار میده بلکه زندگی سایر افراد رو هم تحت تاثیر قرار میده مثل انتخاب ریاست جمهوری یا انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی هست که انتخاب افراد اصله تو چنین انتخاب های مهمی میتونه خیلی در پیشرفت کشور اثرگذار باشه شرکت در انتخابات رو وظیفه قانونی شرعی و ملی خودم میدونم به خاطر اینکه شرکت در انتخابات و پرشوری انتخابات سبب تقویت نظام اسلامی و ایران اسلامی و پیشرفت کشورمون خواهد شد به خاطر خون شهدای ایران اسلامی شهدای هستی شهدای جنگ تحمیلی شهدای انقلاب شهدای مدافع حرم شهدای مدافع سلامت و شهدای مدافع وطن در این انتخابات شرکت خواهم کرد شرکت من در انتخابات به هر حال میتونه در پیشرفت کشورم موثر واقع بشه به همین دلیل از تمامی دانشجویان اساتید کارکنان تقاضا دارم که حماسی دیگر آفریده بشه و در این انتخابات که در 11 اسفند ماه 1402 برگزار خواهد شد شرکت کنند